درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. خانواده آرزو بدری، زن جوانی که در ارتباط با حجاب اجباری هدف اصابت گلوله پلیس قرار گرفت، اجازه ملاقات با او را ندارند. عیسی گل محمدی، عضو فدراسیون بوکس ایران، با 11 گلوله و 5 ضربه چاقو توسط دو زن به قتل رسید. آمریکا یک شهروند دو تابعیتی را به اتهام صادرات غیرقانونی فناوری به ایران بازداشت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمار اعدام‌ها در ایران را مایه نگرانی خواند. ایالات متحده آمریکا علیه رهبران حماس اعلام جرم کرده است. یک ایرانی داعشی در آلمان به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. گروهی از شهروندان ایرانی آمریکایی از راه اندازی کمپین ایرانیان برای ترامپ خبر دادند. و ازرا فرج، دونده ایرانی تبار 19 ساله تیم ملی آمریکا در پرش مردان، مدال طلای پارالیمپیک را برگردن آویخت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 4 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 14 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آرزو بدری، زن جوانی که در ارتباط با حجاب اجباری هدف اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و امیدی به راه رفتن دوباره ندارد، همچنان تحت کنترل ماموران امنیتی است. مسئولان دفتر فرماندهی انتظامی مازندران با خانواده آرزو بدری تماس گرفته و به آنها گفتند که اجازه ملاقات با آرزو را ندارند و بر روی خودروی آنها دستگاه ردیاب GPS نصب شده است. به گفته یک منبع مطلع، درگیری خانواده بدری با نیروهای امنیتی ناشی از پیگیری‌های این خانواده و طرح شکایت آنها از ماموران در دادگاه است. بر اساس این اطلاعات، ابتدا مسئولان انتظامی با آنها گفتند که مأمور به اشتباه شلیک کرده است، اما اکنون با تهدید این خانواده اعلام کردند که مأمور مطابق قانون از سلاح استفاده کرده و شما نمی توانید شکایت خود را به نتیجه برسانید. وکیل بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی وکالت خود را لغو کرده است. آرزو بدری روز اول مرداد در هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می رفت، با ایست بازداشتی پلیس مواجه شد. آنها خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند، اما پلیس به سویشان شلیک کرد. بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریه‌اش آسیب جدی دید. برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان حکم توقیف صادر شده بود. منابع آگاه اعلام کردند که به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرف نظر کند. عیسی گل محمدی، رئیس هیئت بوکس آذربایجان شرقی، با استفاده از سلاح سرد و گرم به قتل رسید. بر اساس گزارش روز چهارشنبه 14 شهریور ماه خبرگزاری های ایران، گل محمدی سه‌شنبه شب در باغ شخصی خود واقع در روستای شترخوار رباط کریم بر اثر اصابت ضربات چاقو و گلوله کشته شد. رسانه‌ها قتل او را هولان توصیف می‌کنند و می‌گویند که به او 11 گلوله شلیک شده و 5 ضربه چاقو هم وارد شده است. فرمانده انتظامی رباط کریم به نقل از نگهبان باغ شخصی عیسی گل محمدی به خبرگزاری تسنیم گفته است که دو زن به همراه مقتول نیمه شب سه‌شنبه به اینجا آمدند و این دو زن به مقتول شلیک کردند و تلفن همراه او را با خود بردند. در حال حاضر اداره آگاهی مشغول بررسی این پرونده جنایی است. عیسی گل محمدی علاوه بر قهرمانی و مربیگری در این رشته ورزشی، عضو سابقه هیئت رئیسه فدراسیون بوکس، سخنگوی فدراسیون و سرپرست سابق تیم ملی ایران بود. فدراسیون بوکس در اعلام خبر قتل گل محمدی، او را به عنوان رئیس هیئت بوکس آذربایجان شرقی معرفی کرده است. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای از بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی به اتهام صادرات غیرقانونی فناوری آمریکا به ایران خبر داده است.
دادستانی آمریکا هویت این شهروند ایرانی آمریکایی را غلام رضا گودرزی یا ران گودرزی ساکن پورتر تگزاس اعلام کرده که در تاریخ 9 شهریور ماه در فرودگاه بین‌المللی جورج بوش بازداشت شده است. این مرد 76 ساله متهم به قاچاق قطعات و اجزای مورد استفاده در تولید هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین هواپیماهای دارای سرنشین از آمریکا به ایران است. با پایه بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، گودرزی در حال حاضر تا 15 شهریور ماه که در دادگاه حاضر خواهد شد در بازداشت به سر می‌برد. وزارت امور خارجه استرالیا در مورد واکنش احتمالی به احضار سفیر استرالیا از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از قول وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که استرالیا با افتخار مدافع حقوق بشر است و برای پیشبرد اصول آن در داخل و در دنیا تلاش می کند. علاوه بر اعلام موضع پتی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا، روز چهارشنبه 14 شهریور ماه سناتور ماری وات وزیر اشتغال و از مقامات ارشد حزب حاکم کارگر هم به برنامه صبحگاهی تلویزیون ABC استرالیا گفت از دیدن واکنش دولت جمهوری اسلامی به فعالیت‌های سفارت استرالیا در تهران نگران است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایان مک‌کامبل سفیر استرالیا در تهران را در پی انتشار تصویر و پستی در اینستاگرام که این وزارتخانه آن را توهین‌آمیز خوانده احضار کرده است. سفیر استرالیا در تهران در حساب اینستاگرام خود در حمایت از جامعه کویر، گروه‌های مختلف جنسی و جنسیتی چند عکس و متنی حمایتی منتشر کرده است. یکی از شهرهای مرکز اسرائیل در فاصله نزدیک به تل آویو دست سال تحصیلی جدید رشته‌ای با نام ایران را در یکی از مدارس دبیرستانی خود تدریس می‌کند. خلون که در گذشته دارای جمعیت زیادی از ایرانی تباران بود اعلام کرده که موضوع ایران را به عنوان یکی از رشته‌های تحصیلی اصلی به دانش آموزان دبیرستان ناون پیشنهاد کرده و در حال حاضر برای آن 15 دانش آموز ممتاز را پذیرش کرده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، تدریس در اموری چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه سیاه که یکی از روزهای تظاهرات مخالفان شاه در زمان اعتراضات ضد حکومت پهلوی در تهران بوده، سیاست‌های رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، مسائل جمعیتی مانند شیعیان و سنی‌های ایران و زبان فارسی در این رشته به دانش آموزان تدریس خواهد شد. برنامه ریزان این رشته امیدوار هستند که دانش آموزان در پایان سال تحصیلی همچنین درک عمیقی از موضوعات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ارتباط با ایران به دست بیاورند تا در دوره‌های بعدی زندگی خود برای گردآوری اطلاعات در مورد ایران، شناسایی تهدیدها، مبارزه با تروریسم و ارزیابی منابع اطلاعاتی به نهادهای امنیتی اسرائیلی کمک کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 13 شهریور ماه آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضایی منجر به صدور چنین احکامی را مایه نگرانی خواند. ماتیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت که این نهاد به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست. این اظهارات در واکنش به گزارش روز دوشنبه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد افزایش تکان دهنده آمار اعدام در ایران در ماه گذشته میلادی بیان شد. بنا به این گزارش تنها در ماه آگوست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام دست کم 93 تن را به اجرا گذاشت که نیمی از آنها مرتبط با جرایم مواد مخدر بود. میلر این اعدام‌ها را یکی از چندین موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر کرد و گفت به همین دلیل اعمال تحریم‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول 74% از اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است. در پی گزارش‌های منتشر شده درباره تخریب جنگل‌های المالا در استان مازندران، دادستان این استان از اقداماتی برای جلوگیری از ادامه تخلفات خبر داد. علی اکبر علی شاه تاکید کرد که هیچ گونه ریشه‌کنی درختان در این منطقه صورت نگرفته و هر گونه عملیات اجرایی در این جنگل‌ها ممنوع است. همچنین منطقه تصرف شده در جنگل المالات پلم شده است.
علی ملکی آهنگران فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی هم انتشار ویدیویی مبنی بر قطع درختان را تکذیب کرده و اعلام کرد که در این محدوده هیچ شالیزاری وجود ندارد و همچنین از متوقف شدن عملیات تخریبی در این منطقه خبر داد. با این حال نگرانی ها در میان فعالان محیط زیست ادامه دارد. در پی اعتراضات این فعالان تخریب دوباره جنگل های المالات متوقف شده است. این فعالان معتقد هستند که تغییر دادستان مرکز استان مازندران و شروع دوباره این طرح تخریبی با یکدیگر مرتبط هستند. محمد درویش فعال محیط زیست از تخریب بیش از 4000 اصل درخت در جنگل المالات خبر داده و از جدی بودن توقف این طرح ابراز تردید کرده است. بینان کنهشمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های فضا می‌جویم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزارت دادگستری ایالات متحده علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس به دلیل نقش آنها در برنامه ریزی، حمایت و انجام حمله مرگبار 15 مهر سال گذشته به جنوب اسرائیل اعلام جرم کرد. این اتهامات علیه یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی گروه شبه نظامی حماس و حداقل 5 تن دیگر از رهبران این گروه به دلیل سازماندهی حمله 15 مهر صورت گرفته که در آن 1200 تن از جمله 40 آمریکایی کشته شدند. مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که رهبران حماس متهم هستند که با حمایت سیاسی و اقتصادی دولت ایران و حمایت حزب الله لبنان برای نابودی کشور اسرائیل و کشتار غیر نظامیان عمل کردند. در این کیفرخواست از 6 متهم نام برده شده که 3 تن از آنها اکنون دیگر زنده نیستند. یحیی سنوار که گمان می‌رود در تونل‌های زیرزمینی غزه مخفی است، خالد مشعل که در دوحه مستقر است و ریاست دفتر خارج از کشور این گروه را بر عهده دارد، و علی برکه یکی از مقامات ارشد حماس که در لبنان مستقر است، 3 متهم زنده در کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده هستند. دیوان عالی فدرال آلمان روز سه‌شنبه با رد درخواست تجدید نظر یک شهروند ایرانی متهم به تدارک حمله تروریستی، حکم 4 سال حبس او را تایید کرد. بنا به اسناد دادگاه، این مرد 26 ساله که جلال جیم نام دارد، قصد داشت که با تهیه سم دستساز در شب سال نو سال 2023 در آلمان حمله تروریستی انجام بدهد. پلیس آلمان جلال جیم را در اوایل سال 2023 در منطقه کاسل راکسل میان بخوم و دورتموند دستگیر و اواخر همان سال دادگاهی در دورتموند او را به تحمل 4 سال حبس محکوم کرد. بنا به حکم دادگاه او همچنین باید بعد از حبس هم به علت خطر محرزی که برای جامعه دارد تحت نظارت شدید پلیس باقی بماند. بنا به اسناد دادگاه متهم برای تولید مواد سمی بر پایه سیانور و رایسین با داعش ارتباط برقرار کرده و از فردی ناشناس دستورالعمل تهیه آنها را دریافت می‌کند.
قضات دادگاه دورتموند در نتیجه تحقیقات پرونده به این نتیجه رسیدند که جلال جیم قصد داشته با این مواد سمی به شهروندان آلمان حمله کرده و بسیاری از آنها را به قتل برساند. همزمان با ادامه حملات موشکی روسیه به اوکراین که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت، وزیر خارجه اوکراین از سمت خود کناره‌گیری کرد. روسلان استپانچوک رئیس پارلمان اوکراین روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که دمیتر کولبا استعفای خود را ارائه کرده و پارلمان در مورد درخواست استعفای او رأی گیری خواهد کرد. کولبا یکی از بلندپایه‌ترین مقامات دولت اوکراین است که در راستای ترمیم کابینه این کشور از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. داوید آرخامیا رهبر اکثریت پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه گفته بود که انتظار می‌رود در هفته جاری تغییرات عمده‌ای در کابینه این کشور رخ بدهد. بر اساس اعلام وی بیش از نیمی از اعضای کابینه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور تغییر خواهند کرد. در میان افرادی که تاکنون استعفا دادند میتوان به نام الکساندر کامشین وزیر صنایع استراتژیک اشاره کرد که مسئول تولید سلاح در این کشور بود. رویترز گزارش داده که انتظار می‌رود به این نقش دفاعی دیگری را بر عهده بگیرد. استعفاها در کابینه زلنسکی شامل وزرای دادگستری و محیط زیست هم می‌شود. گزارش دیگری هم حاکی از استعفای دو تن از معاونان نخست وزیر و رئیس املاک دولتی اوکراین است. گروهی از شهروندان ایرانی آمریکایی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از آغاز به کار کمپین ایرانیان برای ترامپ خبر دادند و گفتند که این کمپین با هدف سازماندهی جامعه ایرانی آمریکایی در حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکل گرفته است. در بیانیه این گروه گفته شده که به باور ما سیاست‌ها و رهبری قدرتمند ترامپ آمریکا و جهان را امن‌تر، جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر و مردم ایران را در مبارزه برای بازپسگیری کشورشان قوی‌تر می‌کند. در این بیانیه گفته شده که این کمپین با هدف توانمندسازی و سازماندهی رای دهندگان ایرانی آمریکایی برای حمایت از رهبری قاطع دونالد ترامپ و سیاست‌های او که با ارزش‌ها و اولویت‌های مبارزان ایرانی همخوانی دارند پایه‌گذاری شده است. به گفته صادرکنندگان این بیانیه، کمپین ایرانیان برای ترامپ بر این باور است که رهبری قوی در آمریکا برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه و آشوب طلبانه جمهوری اسلامی ضروری است. این کمپین به ویژه بر اهمیت موضع‌گیری محکم در برابر حمایت این رژیم از تروریسم که امنیت و صلح جهانی را تهدید می‌کند تاکید دارد. به گفته رسانه‌های کره جنوبی، از جمله تلویزیون چوزون، کیم جونگ اون دیکتاتور کره شمالی دستور ادامه 20 تا 30 مقام را به دلیل عدم موفقیت آنها در جلوگیری از سیل فاجعه بار و رانش زمین که در ابتدای تابستان منجر به کشته شدن 4000 تن و آوارگی 10000 تن شد صادر کرده است. کانال چوزون در گزارش خود گفته است که دیکتاتور 42 ساله در جولای گذشته بعد از طغیان رودخانه یالو در مرز با چین نشستی فوری در قطار خصوصی خود برگزار کرد که تایی آن برماندار استان چاگانگ که بیش از دیگر مناطق آسیب دیده بود و همچنین کانگ بونگ هون رئیس پلیس، دبیر حزب و وزیر امنیت عمومی را برکنار کرد. این کانال به نقل از یک منبع دولتی ناشناس گفت که اعدام‌ها اواخر ماه گذشته انجام شد و شواهدی از دبیر حزب در استان چاگانگ جمع‌آوری شد تا او نیز احتمالاً اعدام شود. بلند برشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here and I felt really safe and at home with them.
He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. West Side Medical Pharmacy در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. فریبا بنکور، چهره تاثیرگذار اینترنتی ساکن کالیفرنیا، در سوئد به نمادی برای فاجعه‌های زیست محیطی تبدیل شده است. شرکت فریبا بنکور در سوئد که با نام صورتی بیاندیش یا تینک پینک فعالیت میکرد، در کانون یکی از بدترین فجایع زیست محیطی سوئد قرار دارد. فریبا بنکور که با نام اصلی ایزابلا خطیبی قباق تپه در ایران به دنیا آمده، در دهه 1980 به سوئد مهاجرت کرده است. فریبا بنکور که در حال حاضر با نام بلا نیلسون فعالیت می کند، در اوایل دهه 2010 میلادی شرکتی با عنوان تینک پینک را در سوئد تأسیس کرد و خود را ملکه زباله ها نامید. این شرکت که در زمینه مدیریت زباله فعالیت می کرد، وعده داده بود تا رویکردی تازه نسبت به بازیافت زباله ها ارائه بدهد و در ادامه توانست قراردادهایی را با چندین شهرداری سوئدی به دست بیاورد. اما مدتی بعد فاش شد که تینک پینک نه فقط به وعده‌های خود درباره بازیافت زباله‌ها عمل نمی‌کند، بلکه ده‌ها تن زباله را به طور غیرقانونی در چندین مکان مختلف در سوئد دفن یا رها کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که محل‌های دفن غیرقانونی این زباله‌ها حاوی مواد خطرناکی مانند آرسنیک، سر و دیوکسین‌ها هستند. این سموم می‌توانند خاک و منابع آب را آلوده کنند و خطرات جدی را برای سلامت جوامع نزدیک به آن ایجاد کنند. فرایند پاکسازی آنها از طبیعت هم بسیار هزینه بر و طولانی خواهد بود. در پی این رسوایی فریبا بنکور از سوئد گریخت و در کالیفرنیا ساکن شد. وی اگرچه متهم اول این فاجعه زیست محیطی است، اما همسر سابق وی و برخی از مقامات شهری که بدون انجام تحقیقات کافی با تینک پینک قرارداد بستند هم تحت پیگرد قرار دارند. این حادثه همچنین شهرت سوئد را به عنوان کشوری پیشرو در پایداری زیست محیطی لکه‌دار کرده است. ازرا فرج، دونده ایرانی تبار 19 ساله تیم ملی آمریکا، عصر سه‌شنبه 3 سپتامبر
در ورزشگاه استاد دو فرانس با پرش 1.94 متری ضمن ثبت رکورد جدید در پرش مردان کلاس T63 مدال طلای پارالمپیک را برگردان آویخت. به کمتر از 24 ساعت قبل هم در دوی 100 متر مردان کلاس T63 به مدال طلا دست یافته بود. ازا متولد سال 2005 در لس آنجلس کالیفرنیا، از مادری ایرانی و یهودی و پدری آمریکایی و آلمانی تبار است. مادر فرش بهار سومخ بازیگر سینمای هالیوود است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اجرای برنامه شما. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.